جناب آقای محمد یونس قانونی رئیس پیشین پارلمان افغانستان و همچنان معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان بسیار تشکر که به برنامه دیدار با تاریخ این فرصت را دادید سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز ما از شما سپاس که فرصت را مساعد ساختین شما یک چهره شناخته شده هستین و همواره در 40 سال گذشته یا حداقل سی سال گذشته در صحنه در محور مسائل سیاسی بودین اما به نظر می رسه که گویا عملکرد شما در کنفرانس بن در سال 2001 پس از حوادث ۱ سپتمبر معرف شخصیت سیاسی شما در 20 سال گذشته بوده یعنی در واقع نام شما و کنفرانس بن همیشه در موازات هم دیگر یاد شده خودتان و هواداران شما شما را به عنوان بانی افغانستان جدید یاد میکنن اما منتقدینتان شما را متهم به معامله و حتی سپردن اقتدار حکومت استاد ربانی در برابر معموریت البته نقل قول از خود استاد ربانی هم است که گفته بود که ما به اینا حیرت ماندیم که چطور اقتدار دادن و چوکی گرفتن معموریت گرفتن تاثیر کنفرانس بون بالای افغانستان در 20 سال گذشته چیزی پنهان نیست واقعا یک, یک حادثه بزرگ تاریخی بوده از هر لحاظ مثبت و منفی تاثیر از این کنفرانس بالای شخص شما افکارتان دیدگاه و سیاست ورزیتان چی بوده ما کنفرانس بون را یک دستاورد بزرگ تاریخی و یکی از خدمات بزرگی که در توان ما بود برای آوردن یک صفحه جدید در افغانستان پایان دادن به 20 سال جنگ در افغانستان و ایجاد یک فضای باز به با یک نسل جدید برای آینده افغانستان ای را با عنوان یک دستاورد بزرگ میدانم و با او همیشه افتخار کردیم و افتخار می کنم ببینین در کنفرانس بن چه صورت گرفت پنج شش مورد بزرگی را که خدمت شما میخوایم بگویم در قدم اول با 20 سال جنگ خانوماسوز در افغانستان پایان داده شد دو نقشه راه برای رفتن به آینده بهتر افغانستان اعاده حاکمیت به مردم افغانستان و یک میکانیزم انتقالی تصویب شد افغانستان از انزوای کشنده گذشته به خانواده بین المللی وصل شد مسئولیت جنگ در برابر تروریسم که بر شانه های مقاومتگران سنگینی میکرد به دوش جامعه بین المللی سپرده شد جامعه بین المللی بر بازسازی افغانستان تعهد سپرد و واقعا یک صفحه جدیدی که در هیچ مقطع تاریخی افغانستان سابقه نداره به وجود آمد ای جز افتخار کردن با ای چه میتاند داشته باشه و ما خوشحال استیم که به عنوان نسل جوان دیروز ما در یک برهه حساسی از تاریخ افغانستان یک فضای جدید بر مردم افغانستان باز کردیم در این حال تاسف میکنم به ای که از فرصت هایی که به وجود آمد متاسفانه طوری که لازم بود تا 20 سال گذشته استفاده درست صورت نگرفت ما احترام میگذارم به دیدگاه مختلف متفاوتی که وجود دارد آقای معدی هر کار بزرگ موافق و مخالف خودم می داشته باشه اما مهم ایست که چه کاری صورت گرفت شما برای یک لحظه فرض کنین که اگر کنفرانس بن آنچه را ما انجام دادیم انجام نمی دادیم بدیل ای حرکت چی بود؟ جنگ خونریزی رفتن به گذشته و باز تکرار سریال جنگ های نیابتی در داخل افغانستان از این بابت ما در کنفرانس بن اقتدار با ماموریت تبدیل نکردیم ما میخوایم دوستانی دوستایی که این اتهام را وارد میکنن برای ما تعریف بتن که کدام اقتدار صحبت میکنن آیا تسلط بر چهار حوزه ما وزیر داخله بودم در اوزمان قبل از کنفرانس بان آیا تسلط ما با چهار حوزه داخل شهر کابل ای اقتدار بود آیا با شکستن کنفرانس بن ناکام ساختن کنفرانس بن یک فیصد احتمال حفظ دولت گذشته و ابقای جناب استاد شهید که بزرگ و رهبر و شخصیت بزرگ افغانستان بود یک فیصد چانس باقی ماندنش وجود داشت اجماع ملی در سطح تمامی کشورها به شمول سه کشوری که از مقاومت مردم افغانستان در برابر تروریسم حمایت داشتند به شمول همین سه کشورها همه روی دو مسئله اجماع داشتند تغییر دولت یا تشکیل دولت فراگیر با رهبری جدید چگونه امکان داشت که ما در برابر جامعه بین المللی مقاومت و مخالفت می کردیم چنانچه یک بار طرح بینانسیوان مخالفت شد نتیجهش در پنج سال حاکمیت دیدیم به این صورت این دوستایی که پنج چار حوزر اقتدار فکر می کنن ما برای این دوستا از خداوند شفای عاجل است خب بسیار خوب شما حکومت استاد ربانی و احمد شامسود در کابل میگن که در پنج حوزه کابل بود و اقتدار وجود نداشت درست؟ نه خیر نه خیر, نه خیر. پن... با پنج سال حکومت دولت اسلامی بحث کاملا جدا داره وقتی ما پس از دور دوم پس از مقاومت دوباره به کابل آمدیم جناب آقای مهدی تسلط اه... ما در چهار حوزه بود ما وقتی که میگیم منصوبین جمعیت اسلامی باقی کابل بار دیگه مانند دهه ده نوت به جزایر مختلف تبدیل شد خب شا، شاید کسانی که شما را به شمول استاد ربانی که حالا نیست کسانی که شما را میگن که نباید کار میکردین اقتدار را در برابر معمولیت دادین هدفشان شاید است که به هر صورت حکومت استاد ربانی دارای مشروعیت به بود یک و دو چرا اقتدار یا رهبری حکومت از سادربانی گرفته شد درست شما میگین که دنیا با او نمیتونست با سادربانی پیش بره اما چرا کس دیگه از داخل جناح شما و حزب جمعیت معرفی نشد ببینین جناب آقای مهدی در قدم اول بس امی اقتدار بازم روشن بخوایم بسازیم که بس حکومت گذشته چیز دیگه بود ما شما دیدیم که در چهارونیم تا پنج سال حاکمتی که در حالی که استاد شهید حیات بودن قهرمان ملی حیات بود همه سلایت ها تو به اصطلاح تانگ مشروعیت قوای مسلح در اختیار ما بود چرا در پایان چار و نیم سال در سال 1996 مجبور به عقب نشینی از کابل شدیم یک واقعیت تلخ وجود داشت در حالی که همه این بزرگا با همه عظمتشان وجود داشت اما بار دوم وقتی که آمدیم فضا مطلق تغییر کرده بود مقاومت در واقع در پنج سال دوره مقاومت چیزی که جبه متحد را متحد ساخته بود تهدید طالب از بیرون و جاذبه و کاریزمای قهرمان ملی در داخل مشروعیت از جانب استاد شهید که در رأس دولت قرار داشتند شما دیدین که با مجرد حادثه 11 سپتامبر و ختم تهدید طالب ها جبهه متحد نامتحد شد با قلمرو گذشته خود جناهای و زی دخل در جپه متحد رفتن فرض کنین شهر کابل غرب کابل در اختیار استاد خلیلی و محقق قرار گرفت حزب وحدت بخشی هم در اختیار استاد سیاف در پغمان و کدامن در با اصطلاح دی سبز و چرخی و سروبی و این مناطق در اختیار ما نبود ما فقط حضور ما در حوزه 11، حوزه دو، حوزه چار و کسمن حوزه اول قرار داشت در حالی که اجماع بین المللی هم برای تغییر اما ای که این چیز را جناب استاد بهتر از ما میدانست هیچ چانس جناب آقای مهدی بگذاریم از قضاوت های درست و نادرست اگر یک فیصد چانس ابقای استاد شهید باقی میمان منافع ما به مراتب در وجود استاد بهتر از هر شخصیت دیگه بود اما اما سوالی رو که شما مطرح ساختین جناب آقای مهدی بحث نام شخصیت ها بحث نام شخصیت ها بارها در صحبت های خود گفتیم در کنفرانس بون بحث نام اشخاص مطرح نشد سه چیز سه چیز جناب آقای مهدی قبل از کنفرانس بون بین جیمز دابنس نماینده ایالات متحده امریکا و بین دکتر سب عبدالله نماینده دولت اسلامی و جبهه متحد در تاشکند حدود 20 روز قبل از کنفرانس بان در اوج فیصله شد شما نقش راه امریکا را دقیق تر اگر فرصت بود صحبت خواد کردیم بعد از اجماع در امریکا و اتحادیه اروپا کشورهای شش جمع دو مبنی بر تغییر دولت و تغییر رهبری جیمز دابنز با دکتر سب عبدالله به عنوان نماینده دولت اسلامی صحبت کردند در او مذاکره بود که تغییر دولت و تغییر رهبری از طریق تدویر کنفرانس بین المللی فیصله شد خب،, خب آقای قانونی چون نمیخوایم خب. که نمیخوایم که،, نمی که زیاد وارد جزئیات بشیم چون سوال در این رابطه مشخصا سوال هایی دارم که میخوایم از شما بپرسم در رابطه خب در او رابطه شما بهتر میدانیم که حداقل دو روایت است یک روایت جیمز دابنز است و یک روایت آقای خلیزاد است که در کتاب فرستاده آمده به هر دوش میپردازیم اما در کنفرانس بن این مسئله تاریخی و روشن است همه آگاه هستند که آقای ستار سیرت یازده رای گرفت و آقای کرزی تنها دو رای داشت از میان نام که اونجا مطرح بود آقای خلیلزاد در کتابش در کتاب فرستاده نوشته از شما نقل قول کرده که شما برش گفتین که ستار سیرت دور ستار سیرت کسی جمع نمیشه و من نمیتونم برشان بگویم چون ظاهرا شما خشابندی به اساس گفته آقای خلیلزاد شما خشابندی با آقای سیرت دارین و روی تان نمیشه که با آقای سیرت بگین که پای خود عقب بکش و کرزه شما ترجیح میدادین آقای حامد کرزه ترجیح میدادین درست به چی دلیل شما آقای سیرت نمیپذیرفتین و فکر میکردین کرزه گزینه بهتر است جناب آقای مهدی امیدوار که یک مقدار در روایت دابنز و در روایت آقای خلیلزاد تجدید نظر شود ما اتفاقا هم در جریان بودم و هر دو کتابشان مطالعه کردیم شما اجازه ندادین که من بحث خود تکمیل کردم که تکمیل می کردم که جواب امی نقطه بود جناب آقای مهدی پس از که دکتر عبدالله و دابنس توافق کردن به, تغی... به تشکیل دولت فراگیر جدید و رهبری جدید در کابین تیاره از پرواز از تاشکند تا بکرام که خدمت استاد می رسیدن در اوج نام آقای کرزی تصویب شد مطرح شد ببخشید در اوج دابنز پرسان میکرد که حالا که دولت و رهبری جدید به وجود میایه به نظر شما کی آیا زاهرشا دکتر سب عبدالله در اوج مطرح میکنه که نه خیر زاهرشا پیر هست یک پشتونی که متعلق به جبهه متحد نباشه تکرار میکنم، یک چیره شخصیت پشتونی که متعلق به جبهه متحد نبوده باشه، او در رأس نظام بیاید. میگه مکی داکتر سیب عبدالله مطرح میکنه که حامد کرزه یک چیره مناسب است. بنابراین نام کرزه سیب بین دابنس و دکتر سیب عبدالله به ایواز استاد شهید در فضا در کابین تیاره از قبل مطرح شده بود، تکرار میکنم نه در کنفرانس بن، اما بحث جناب سیرت سه. جناب آقای مهدی یکی از اونمو های مشهور است که ولو با تکرار ملالاوری که ما در این مورد صحبت کرده متاسفان هنوزم هم این قضیه روشن نیست جناب استاد سیرت در بین تیم حیات روم مطرح شد و به اساس اونمو آمار شما گفتین رایگیری صورت گرفت انتخاب آقای سیرت در تیم روم نه در بین چهار تیم شرکت کننده در کنفرانس انتخاب سیرت صاحب مخالف نقش راهی بود که از قبل امریکایات با متحدین خود پیش آمده بودند و با دکتر سب عبدالله به توافق رسیده بودند چرا از قبل ماها قبل انتخاب انتخاب امریکا آقای کرزی بود به دلایلی که خدمت تک تکتان تک روشن است وقتی استاد سیرت در تیم روم برنده شد آقای خلیلزاد و جیمز دابنز به دنبال بهانه شدند که چطور بتانند استاد سیرت از این مسیر منصرف بسازند یکی از تکتیکاشان و ای بود که بیاین پیش ما به بهانه ای که جبهه متحد به عنوان جناه کلان مخالف استاد سیرت است به این خاطر استاد سیرت از مسیر را پس کنند ما با وضاحت شما را کوت میتم به کتاب جیمز دابنز که با امانت داری نوشته کرده چون هیچ رگ یا ارق افغانی نداره جیمز دابنز با امانت داری نوشته کردن وقتی این دو پیش ما آمدن آقای خلیلزاد و جیمز دابنز مطرح کردند که ما میفهمیم رهبری شما در افغانستان آقای کرزه میخواین اما آل تیم روم استاد سیرت مطرح کردن پاسخ شما چیست؟ اونا از من انتظار داشتن که ما ابزار دستشان قرار بگیرم و ما با استاد سیرت مخالفت کنم ما با آقای خلیلزاد و جیمز دابنس این جمله را گفتم که آقای دابنس ما مخالفت با استاد سیرت نمیتونم بکنم به دلیل از ای که استاد سیرت یک شخصیت مطرح و یک دانشمند است و در کنار زی که با من روابط خانوادگی دارند هرگاه استاد سیرت بحثشان به چار ایت بیاید ما به او رای مخالف داده نمیتونم یعنی من تایید کردم اما به ای گپای ما استاد جناب مهدی سب آقای دابنس و آقای خلیلزاد قانی نشدند رفتن از طریق لخدر ابراهیمی بالای خود استاد سیرت فشار انداختن و بعد از او از طریق پادشاه سابق افغانستان استاد سیرت را خودشان منصرف ساخت خب استاد سیرت در درست. در کردن که درست. ما, ما،, ما سوال های دیگه هم دارم جناب شما بگین که آقای دابنز و خلیلزاد به شما گفتن که رهبری شما در افغانستان توافق کرده که آقای کرزی باید بیا. رهبری شما دکتر عبدالله بود دکتر عبدالله نماینده استاد شهید وزیر خارجه شما مگر به نمایندگی از استاد شهید و, و دولت افغانستان در اونجا مذاکره نمی ما اجازه بیتن. از قبل این مسئله استاد ببخشید مارشال سب دکتر سیب عبدالله اینا در داخل بودن در داخل ما که در بان رفته بودیم و از قبل نام آقای کرزی بلی توسط دکتر عبدالله به نمایندگی از دولت فیصله شده بود آیا د این فیصله که شما میگن اجازه بدین در فیصله که شما میگن استاد ربانی و مارشال فهیم و دیگه حیات رهبری همون زمان دولت شریک بودن؟ کاملا اگر این شریک نمی بودن ما چگونت حیات تعیین می شد حیات چطور 21 نفر عضو حیات به طرف بن حرکت میکردن. در ایجا با وجود از ای که نمایندگی ها از جناهای مختلف در ایجا حضور داشت استاد شهید مارشال داکتر عبدالله که در داخل شورای رهبری وجود داشتند پیوسته در تماس بودن و این مسائل را برای ما منتقل می ساختن ای از قبل شما بازم من تکرار میکنم آقای مهدی وقتی که 25 روز قبل از کنفرانس بن در مورد آقای کرزه توافق صورت میگیره و جامعه بین المللی به او اجماع میکنند این چگونه امکان داره که استاد اطلاع نداشته باشه و استاد خبر نمیداشت؟ نه استاد استاد ربانی تنها اطلاع و خبر داشت یا موافق بود استاد توافق داشت توافق داشت. خیلی خوب جناب آقای مهدی در صحبتی که با آقای کرزی داشتیم استاد شخصا خودشان صحبت آقای کرزی هم برای ما ثبت است اگر بر یک جمله با جزیات هر قدر صحبت بکنیم طولانی میشه اگر استاد شهید مخالف آقای کرزی می بود جناب آقای مهدی استاد نمی یک تلفن گرفته برای ما هدایت میداد که کرزی قبول نداریم حیات آجل هست بان حرکت شما, کنند. شما میپذیرفتین دستوره؟ یه هزار استاد ربانی در موقت بود که همچنین یک دستور به شما بوده یک هزار بار میپذیرم خب یک نقل قول دیگر خدمتان میگم اجازه بدین جان اگر استاد مخالف این مسئله میبود استاد در اموجه شما برای یک لحظه فرض کنین ما مخالفت میکردیم استاد در اموجه یک پرسکن دائر می دایر میکرد میگفت که ما از حیات ازامی سلب اعتماد کردیم اینا فاقد صلاحیت هستن ما چه میکردیم؟ خب آقای قانونی استاد ربانی پافشاری کرد که شما به این توافق سیاسی را در کابل امضا بکنید. در بون امضا نکنید شما نپذیرفتین نه خیر اشتباه در دوستایی که اطلاعات کم دارن متاسفانه به قضاوت بیراهه میرن استاد در مورد توافق سیاسی و محتوای توافق سیاسی مخالفت نداشتند استاد در دو چیز بحث داشتند استاد پیوسته تاکیدش بر ای بود که دولت انتقالی در داخل افغانستان تشکیل شود تکرار میکنم دولت در داخل افغانستان تشکیل شود دو وقتی که بحث دولت, دولت انتقالی بحثش پایان یافت استاد تاکید داشت که اعضای کابینه در داخل افغانستان اعلان شود دو مورد اختلافی یا دید متفاوت جناب استاد داشتند ما به هر دوش عمل کردیم آقای مدی تشکیل دولت انتقالی در بند صورت نگرفت تشکیل یعنی نقش راه تصویب شد اداره موقت اداره, اداره موقت در بند تشکیل شد عرض می کنم. دولت انتقالی در لوی جرگت شد یک تشکیل اداره موقت دلیلش یا فلسفه وجودیش به بود که ما به تعصی از ادایت استاد با تشکیل دولت مخالفت کردیم بعد پیشنهاد ای شد که لوی کی تدویر بکنه ما تاکید مای بود که دولت اسلامی سه جهتی که در اوج شرکت داشت مخالف بودن ملل متحد مخالف بود تمام نماینده های امریکا مخالف بودن که بردن لوی جرگه به این دولت معنایش به اصطلاح رفتن به بنبست است در بحث های بسیار نفسگیر به این نتیجه رسیدیم که خیلی یک دولت برداخل یک اداره موقت با وجود بیاید که برای شش ماه مسئولیت تطویر لوی جرگه را بدوش بید. بسیار خوب درست به بحث لوی جرگه هم میایم و نقش شما در لوی جرگه و اینا آقای کرزه از چی زمان میشناختین؟ آقای کرزه جناب آقای مهدی از دوران جهاد می شناخت داشتم امرایشان و تماس های زیادی داشتیم هم با خودشان هم با قبلگای مرحومشان اما ارتباط نزدیکتری که با آقای کرزی با وجود آمد وقتی بود که در زمان مقاومت قهرمان ملی افغانستان برای من ادایت داد که آقای کرزی در سال 2000 تقاضای ملاقات کردن شما برین امرایشان ببینین من در لندن با امرای سفیر و احمد ولی یک جا با هم دیدیم که در او وقت تقاضا ایره کردن که کرزه سب که ما آماده استیم در مقایمت سهیم شویم به چه شکل پیشنهاد ما ای بود که شما با امرای آمر سیب تماس شویند که به امی سلسله آقای کرزی رفتن به بدخشان و به خوجب تخار و با آمر سب و استاد و بقیه سران جبه متحد دیدار داشت وقتی که در پن روی گزینه های رهبری حکومت معقد صحبت می شد یعنی حکومت پس از طالبان شما آگاه بودین که آقای کرزی یکی از کسان بود که در تاسیس طالبان نقش داشت و حتی قرار بود باز هم به با اساس قول آقای خلیلزاد قرار بود که به نمایندگی از طالبان به شورا به ملل متحد به عنوان نماینده دائمی طالبان معرفی شد این جزئیات شما آگاه بودین این جزئیات صمیمانه که در او وقت ما نه در جریان نبودیم اما آقای کرزای وقت در لایه های مقاومت مطرح شد که مستقیما سفری داشتن به شمال افغانستان از او به بعد آقای کرزی شریک مقاومت شد در اواخر که متاسفانه شهادت نابنگام قهرمان ملی او سلسله تحرکات را متاسفانه دگرگون ساخت در اواخر شما دیدین که آقای کرزی پدرش زمانی که تصمیم گرفتن در یک نشست با سران قبایل پشتون در روزه جنوب غرب که به همراه عامر سب در تماس شوند و در مقاومت سیم شوند پدرش طالبها شهید ساختند بعد آقای کرزی در مخالفت با طالب ها قرار گرفت و آمادش مشارکت در مقاومت علیه طالب شد. درست شما پیشتر یک نکته اشاره کردین که جالب است قابل بحث است گفتین که دکتر عبدالله و جیمز دابنز گفته بود که حتماً رهبر حکومت آینده یک چهره پشتون و خارج از چارچوب جبهه مقاومت باشه یا جبهه که به رهبری استاد ربانی بود در زمان اتفاقا نقل قول های مشابه از مارشال فهیم هم شده و یک نقل قول هم از شما حداقل آقای خلیزات در کتابشان کردن که شما هم یکی از دلایل گفتین سیرت نباید رئیس اداره موقت شود بحث قومیت بود که یک پشتون باید بیاید تا پشتون در دور پشتون دیگه اقوام جمع شوند پس از ترور احمد شاه یک مثلث مارشال فهیم قانونی و دکتر عبدالله شکل گرفت که بدون شک اقتدار جبهه باقی مانده از احمد شاه در میان شما با قسمت اعظمش تقسیم شده بود آیا امین نکته که در رأس قدرت باید یک پشتون باشه وجه مشترک شما سه نفر بود جناب قانونی جناب آقای مهدی باز هم دعوت میکنم جناب شما را برای اصلاح نقل قول از آقای خلیلزاد نخیر ما در مورد استاد سیرت چیزی را که جناب شما برداشت کردین چون این چیزی نگفتیم حرف ما در ای بود زمانی که توافق شد استاد سیرت را منصرف ساختن بعد آقای خلیلزاد پیش ما آمد که مشکل حل شد توافق شد برای آقای کرزی در او زمان ما یک نقطه عنوان کردم گفتم برو خوب شد که این مشکل حل شد اگر احیانا استاد سیرت مطرح شد اختلاف باقی می ماند اختلاف به داخل افغانستان مطرح می شد مشکل به وجود می آمد باس با ما در حرج دیگه قرار می گرفتیم این زمانی بود که همه مسئله اما ما باز با سراحت می گیم که ما به هیچ صورت با کاندیداتوری استاد سیرت اگر برای درست با... درست اما بحث رهبری پشتون بله هیچ وقت این بحث که رهبری پشتون یا غیر پشتون باشه در بین ما مطرح نشد فقط زمان این مسئله مطرح شد که آ... ما پیشنهاد کردم به آقای مارشال که حال وقتی که آیت حرکت میکنه میره بحث سر, سر این ساختار شاید البته تصور ما بود که شاید ما در مرحله اول در کنفرانس بان با یک نتیجه نهایی نرسیم احتمالاً سر اصول و ساختارا به توافق برسیم سر اشخاص یک دور دیگه شاید ای بحث صورت بگیره اما در اوجه بحث شد که حالا قصه چیست وقتی که بحث مطرح شده که دولت جدید رهبری جدید دید چیست مارشال صاحب عنوان کرد که دکتر سب عبدالله میگه که در مورد آقای کرزی اجماع بین المللی وجود داره سوال ما ای بود که می کشورهایی که در مقاومت با ما بودن گفتن حتی پیشنهاد کردم که یک نشست صورت بگیره این گپ ساده نیست در ریاست امنیت ملی وقتی که با هم ششتیم می سوال که مدرس ساختیم دکتر صاحب عبدالله ای را عنوان کرد و دکتر صاحب عبدالله در مصاحبه های خودم این مسئله را عنوان کرده دکتر عبدالله حرفش شمی بود که به صورت مطلق تصمیم و اجماع دنیا سر حامد کرزه است خب در صفحه 167 کتاب آقای خلیلزاد از شما نقل قول کرده و گفته که شما گفتین به آقای خلیلزاد که اگر آقای سیرت به استاد ربانی آذر نیست که به خاطر سیرت از قدرت کنار برود و به خاطر که او ازبک است پشتونا را هم ما نمیتونیم قانع بسازیم که به خاطر ریاست آقای سیرت بیاین جمع شون و ای یک مشکل اتحاد در افغانستان ایجاد میکنه صفحه 167 کتاب آقای خلیلزاد جناب آقای مهدی بازم دقیقه می شما قرارت نکردین وقتی است که بحث آقای کرزه نهایی شده در او زمان وقتی که این نهایی شد آقای خلیلزاد که پیش ما آمده ما برش این مسئله را مطرح ساختیم که نهایی شدی قصه ما گفتم خوب شد که این مشکل حل شد اگر, اگر به می شد که استاد نمیپذیرفت پذیرفت یا مشکلات در بین رهبری ما با وجود می آمد اونو مسئله ای قبل از تصمیم گیری نیست آقای مهدی تون متن دقیق می خوانم. خود متن فارسی را هم نمی انگلیسی را می بعدا برای برای بیننده های ما ترجمه اش صفحه 167 نورتن Alliance نماینده اعتلاف شمال اصرار داشت که من به هر شکل ممکن جلوه نامزد شدن سیرت را بگیرم. قانونی توضیح داد که حتی اگر آنها بابون مخالفت نکنند، فرماندهان اعتلاف شمال بعید است که ریاست سیرت را در عمل بپذیرند. در کنار آن، او فکر نمی کرد که ربانی برای سیرت کنار برود و چون سیرت یک ازبک تبار بود، نمی توانست حمایت پشتونها را با خود داشته باشد و کشور را متحد سازد. متوجه شدیم جناب آقای مهدی این جملات چی وقت گفته شده زمان است که بحث داخلی تیم روم در مورد جناب سیرت صاحب و جناب کرزی صاحب حل شد دوباره وقتی که اینا پیش ما آمدن که قضیه داخلی آیت روم درست اینه شما, شما توضیح دادین جناب قانونی سه ما گرفتم توضیح شما هم یک روایت از آقای خلیلزاد است و روایت دست اول هم از شما تشکر اما چیزی که پیشتر من مطرح کردم نقل قول از مارشال فهیم هم وجود داره در کتاب آقای خلیلزاد که میگه که مارشال فهیم به آقای خلیزاد توضیح داده که تفاوت ما با احمد شاه مسعود است که احمد شاه به این فکر بود که نفر اول مملکت باشه و ما برش توضیح دادم که تا زمانی که تو بخوای نفر اول مملکت باشی افغانستان آرام نمیشه یک پشتون باید نفر اول مملکت باشه چون پشتون ها خودت قبول نمیکنن از آقای دکتر عبدالله هم که شما خودتان پیشتر نقل قول کردین از شما هم همین نقل قول وجود داره و هم صدای شما که بعدا در قبل از انتخابات 2019 بیرون برآمد که واضح گفته بودین که ریاست کس به ما نمیته آیا نفر دوم بودن در ابتدای پس از کنفرانس بن یا پس از حادثه 11 سپتامبر وجه مشترک شما آقای عبدالله و آقای فهیم بود به هیچ صورت اول ما در مورد آنچه از جناب مارشال سب نقل شده مارشال سب مرحوم این من ندارم ساعت و سقمش برای ما روشن نیست که چونین بوده یا نبوده هیچ وقت ما این کلمه را از جوان مارشال سیپ نشنیده بودم یه امانت است که در قابش باید بگوییم دکتر سب عبدالله دیدگاهش شما هم شنیدین ما هم شنیدیم اما آنچه به ما تعلق داره ما باز هم تکرار میکنم که بر ما بحث تقسیم بر مبنای قوم به سلسله مراتبی هیچ وقت مطرح نبوده اما یک چیز وجود داشت که جامعه بین المللی وقتی که در مورد استاد صحبت می و نقش راهی را که امریکایی ها سنجیده بودند که دنیای حرف و گفتن است و توافقی که بین پاکستان و امریکا که بعدها روشن شد امی بود که جبهه متحد بدیل طالب نیست بدیل طالب باید یک جبهه پشتون محور بوده باشد و به می دلیل بود که آقای کرزه در رأس یک جبهه پشتون محور در جنوب افغانستان وارد شد حمایت شد تجهیز شد در برابر طالب و به اساس برنامه های بعدی که اینا باید وارد کابل می شدن جپه متحد از کابل بیرون می شد این برنامه ها وجود داشت و بیاین قبول بکنیم که اگر این بحث نه در ذهنیت ما که در نقشه راه بیرون وجود نمی داشت بحث قومی نمی بود استاد ربانی چه کم بود داشت خب بسیار بسیار که شما گفتین جناب آقای مهدی ما نمیخوایم که سوالای شما به پاسخ ببانه او یک بحث شخصی بود که عنوان کردیم که در انتخابات 2019 نگفتیم که برای همیش در انتخابات 2019 چنان پیش بینی معبی بود که اجازه نمیتن و همونطور هم شد همه ما شما شما شاهد بودین اما ما در کجا عنوان کردیم که بر عبد رئیس جمهور از یک قوم معاونین از دیگه قوم و بقیه از دیگه قوم بوده باشه اما عمل اما، اما، کرده شما و آقای مارشال فهیم در 20 سال پس از بون امی بوده دیگه یک کمی اگر به واقع بینی بریم جناب آقای مهدی سمیمانه خدمت شما بید. اولین کسی که در حوزه جبهه مقاومت بحث تغییر ساختار را مطرح ساخت نظام متمرکز ریاستی را مخالفت کرد با یک دید معطوف به آینده و تغییر ساختاری محمد یونس قانونی بود شما شاید هستید در اولین انتخابات ریاست جمهوری با وجودی که یک حرکت واکنشی بود از قبل آمادگی نداشتیم این محمد یونس قانونی بود که بر رفتن و رسیدن به اقتدار کاندیدای ریاست جمهوری شد اگر پیش ما این ذهنیت می بود و این مفکوره می بود ما چرا کاندیدای ریاست جمهوری می شدیم و رفتیم و بهترین فرصت جناب آقای مهدی بر گرفتن اقتدار به جای ماموریت و معاونیت نخستین انتخابات ریاست جمهوری بود اما متاسفانه دو خانواده علیه ما قرار گرفتن ام خانواده استاد شهید ام خانواده آمر سبی شهید در اوج بود که معاونیت را ترجیح دادن یکی از برادرای بسار معزز ما را به معاونیت سپردن بر علیه منی که برای رسیدن به اقتدار از طریق سیاسی وارد مبارزات انتخاباتی شده بودیم با ما مخالفت کردن بسیار بس اقتدار کی میخواست معاونیت کی درست بسیار خوب مهم ل... ی... یک نکته خو است که جالب است که سه نفر بسیار مقتدر آقای مارشال فهیم که در واقع جانشین احمد شاه مسعود بودند و جانشین سیاسی و نظامی احمد شاه مسعود بودند شما که وزیر داخله بودین و آم آم نقش بسیار مهم داشتین و همچنان آقای دکتر عبدالله که شما گفتین که نمایندگی از دولت صحبت میکرد در ظرف دو سال همه شما بسیار به سادگی کنار زده شدین اساس این معامله و دوستیتون با کرزای بسیار چی نبوده؟ آ، آ، بی،, بی پا نبوده به اصطلاح ببینین آقای مهدی شما جواب سوالتان خودتان دادین اگر با آقای کرزه معاملی صورت می گرفت او معامله دوام می کرد ما چی معامله با آقای کرزه داشتیم؟ هیچ نوه بن ببینین در دوره خود استاد شهید در دوره که در کابل بودیم و بعد از او ما وزیر داخله بودم داکتر عبدالله در جوران مقاومت وزیر خارجه بود مارشال فهیم زمانی که جانشین آمر سب شد وزیر دفاع معاون رئیس جمهور ای از او آدرس برش آمده بود نک معامله کدام معامله نفسی ببینین جناب آقای مهدی بحث اصلی جای دیگه است بحث اصلی در ای بود که پس از کنفرانس بان فرصت هایی که به وجود آمد بین تیم جبهه متحد و تیم ایت روم که در کلیات همه توافق داشتیم برای ساختن یک افغانستان جدید و یک افغانستان اما اختلاف از جایی شروع شد که ما روایت ساختن افغانستان نوین مطرح ساختیم با ارزش جدید، با ساختار جدید، با روش ها و راهکارهای جدید تیم آیت روم بیشتر به یکیده بودن که نخیر با ساختن افغانستان با امو راهکارهای گذشته با امو تیوری های گذشته قرن 19 با امو ساختارهای سنتی گذشته من شخصا برای اولین بار در زمانی که وزیر داخله بودم با جناب کرزیس بحث تغییر ساختار مدرسه ساختم اولین بار وقتی ما در داخل ارگ امرای آقای کرزه صحبت داشتیم پیشنهاد ما ای بود که ساختار نامتمرکز البته در طی دو مرحله سیستم متمرکز ریاستی در یک مرحله رئیس جمهور امرا به صدر مرحله دوم سیستم پارلمانی نامتمرکز و شریک ساختن مردم در سطح ولسوالی و انتخابات و غیر ولایات و غیره در ایج بود در جریان صحبت که دکتر سب غنی وارد شد آقای کرزی که در زیر چیله چتاک در داخل حرمسرای سرای بودیم پرسان کرد که دکتر سب پای نظام که چه که رئیس جمهور امی اعظم صلاحیت دی چه پلاس کی دکتر سب غنی گشت که گفت دست ستر ازم. آقای کرزه موجه جا با جا خدافیزی کرد که باز در آینده گپ میزنیم که تا به امروز میسر نشد اختلافی که بین تیم ما و تیم آقای که ببخشید آیت روم به وجود آمد ای بود که ما یک دید معطوف به آینده تغییر ساختار این مطرح ساختیم او دوستا امو رویش سنتی انحصار قدرت و تمرکز بالای قدرت در چوکات یک نظام متمرکز ریاستی بیادتان است که ایره ما هم در لوی جرگه مطرح کردیم هم به امی شکل در لوی جرگی قانون اساسی مطرح ساختیم و غیره تغییر ساختار اگر معاملی در کار بود درست موشان. بسیار درست. خوب قبل از اینکه بریم به لوی جرگی قانون اساسی که بسیار یک مرحله حساس و حیاتی بود برای تاریخ دو دهه آخر افغانستان به لوی جرگی استراری کمی توجه میکنیم آقای قانونی در لوی جرگی استراری شما از آقای کرزای حمایت کردیم. درست و برگزیده شدنش با عنوان رئیس اداره انتقالی در نوعی جرگه بله شما در یک جلسه در پروان رستوران که اتفاقا ما هم اونجا بودم به عنوان یک جوان که تجسس داشتم به و وسوسه داشتم می‌خواستم ببینم چه می‌گذره شما آقای کرزه توصیف‌های فراوان کردین در حالی که یک تعدادی از وکلایی که جمع شده بودن بلوی جرگه پیشنهادشون ای بود که آقای کرزه یک دوره موقت بوده حال دوره انتقالی کسی دیگه باید باشه چرا شما اصرار داشتین روی کرزه جناب آقای مهدی خوب به یادم است نشسته را که ما و با حضور داشت جناب شما بقیه دو از و عزیزات داشتیم شما ببینین آقای کرزه ره که در دوره اداره موقت اجماع بین روش با وجود آمده بود هنوز تجربیات دور اول و دوم ریاست جمهوری آقای کرزی بر ما روشن نشده بود در او زمان ما در برابر دو گزینه قرار داشتیم یک گزینه باز پادشاه سابق و گزینه آقای کرزی با باز میکنم عرض میکنه گزینه شاه از استاد شهید تا استاد سیاف اکثریت دوستا با آمدن پادشاه به دلایلی که وجود داشت مخالف بودند هیچ کسی دیگه کاندید وجود نداشت به شمول خود ما کاندید دیگه نداشتیم آقای کرزی را مفید میدانستیم به ای که پنج, پنج ماه اداره موقت را و حال اداره انتقالی را پیش ببرند دنبال بکنن میتانه وسیله برای همبستگی ملی و رفتن به یک آینده بهتر باشه شما من نقل قول میکنم شما در اونجا کلاه آقای کرزه تشبیه به سمبول وحدت ملی کردین چپنش به دسترخان ملت و همچنان گفتین خیر الموجودین است که البته این ای ای کلمات بار بار به با شما دوباره شاید گفته شده باشه واقعا نمیتون فکر میکردین سمیمانه و شجاعانه خدمتتان میگم که بگذاریم از شوخی های که که دوجه داشتیم بله انتخاب آقای کرزی در دوره انتقالی با کسایی که موجود بودن در همو زمان یعنی کسایی که کاندیدا بودن یا تصور میشد آقای انتخاب پس چرا،, پس چرا این همه تلاش کردین که بگین که در بن ای تصمیم دکتر عبدالله بود یا نظر دکتر عبدالله بود دابنز بود مسئولیت میخواین از شانه خودتان به یا به شانه دکتر عبدالله باید گذاشته شود در حالی که در لوی جرگه که بار دیگه ای فرصت پیش آمده بود این بیشتر شما بودین که طرفدار برگشت ابقای آقای کرزی در قدرت بودین ببینین جناب آقای مهدی من سپاسگزار هستم از کنجکاویتان آقای دکتر عبدالله وقتی که آقای کرزی با دابنز فیصله کردن خوب بود بد بود تصمیم دکتر سیب عبدالله بود. ما مخالفش بودیم نه خیر ما موافق بودیم امو زمان در دور لوی جرگه استراری نه تنها ما همه بزرگای حوزه با آمدن آقای کرزی موافق بودند چرا آقای کرزی تجربیات پسانی که به وجود آمد شکایات بعضی سیاست ها و بعضی اشتباهاتی که توسط آقای کرزی بعدها به وجود آمد او وقت تجربه نشده بود یک چیره محبوب بر دنیا و یک چیره محبوب بر مردم افغانستان بود و تصور ما ای بود که با در وجود آقای کرزی ما هم بستگی ملی رو میتانیم حفظ کنیم هم پروسه دولت سازی را و هم انتقال به تیم افغانستان به یک مرحله بهتر با تا انتخابات انتخابات جایی هست که ما بتانیم در اونوجه به اصطلاح بریم برای مساف انتخابات یک دو هر چی که ما میخواستیم هر آرزو و آرمانی را که داشتیم اصلاحات تغییر ساختاری بهترین جایش قانون اساسی افغانستان بود که ما از طریق قانون اساسی بتانیم آینده درخشان و قابل قبول برای نسل آینده و همه مردم افغانستان را شکل بدیم خب از این که ما درست لوی جرگه قانون اساسی آمد ام، شما البته در لوی جرگه استراری در پایانش یک ناخوشی هم بر شما پیدا شد به دلیل از وزارت داخله شما بر کنار شدین و یا, یا کنار رفتین و رفتین به وزارت معارف که چندان خوش نبودین درست ایره اول میخوایم که واضح شود برای مخاطبای ما کنار زده نشدم استفاده دادم جناب آقای آیا آقای کرزی بر شما وعده نکرده بود که شما در وزارت داخله میمانین اما روزی که سخنرانی کرد گفت که شما وزارت داخله نیستین به وزارت معارف میرین در جا... ما میخوایم که به ذهنتان تدایی بکنم به یادتان است که در روز اول در افتتاح لوی جرگه استراری ما بعد از آقای کرزی پنج دقیقه صحبت کردم در جلسه افتتاحیه ما استعفای خود اعلان کردم به یادتان است ناخوشی که برای ما با وجود آمد جناب آقای مهدی او در یک چیز دیگه بود که من سمیمانه قصد داشتم که در دو سال شامل حکومت نباشم با یک سلسله کارهای سیاسی و در عقب برای آینده ها کار کنیم اما در وقتی که آقای کرزی بله اونا نظر داشتن که من در وزارت معارف بروم و من با او موافق نبودم و عنوان کردیم که در وزارت داخله یک کسی از جبهه مقاومت باید انتخاب شود که کاندید ما آجیس قدیر شهید بود اما کرزی سه به دلائل بعد انتخاب دوم ما مرحوم تاج محمد خان وردک شد ما گفتیم اعلان بکنین وزارت داخله وزارت دفاع داری هیچ مشکلی نداریم اما در مورد ما تصمیم نگیرین نه در معارف و نه در بقیه فرصت داریم سر صحبت میکنیم وقتی که کرزی سب بی مشوره ما نام مرا در وزارت معارف گرفت البته او هم بد نتیجه که اعضای لوی جرگه پافشاری کردن خصوصا خانمه ها یک مقدار بر من خوشایند تمام نشد که خلاف میل ما به مشوره چه چطور تصمیم میگیرین او داستانش همین بود ولی هیچ نو قول و قراری در این که ما باید در دا وزارت داخله باشم میگه پا اصلا وجود نداشت باز هم دوست شما آقای خلیلزاد روایت دیگری داره در, در, کتابش البته از شوخی ها و متایبات هم که با شما داشته یادآوری کرده بارها در او, در او کتاب اما روایت از او کاملا معکوس است در رابطه به این ای رویداد و میگه که شما به شدت ناراحت بودین که از وزارت داخله برکنار شده بودین اما در مورد لوی جرگی قانون اساسی آقای قانونی شما مردی. قرار ما خودتیست که سوال را به جواب نمیمانیم نه مخالفت من ده که ما در روژه هیجانی شدم امرای تان موافق هستم آقای خلیلزاد درست نوشته کردن اما او به دلیل این نبود که من از وزارت عرض کردم که در روز اول لوی جرگه در روز اول من استفای خود اعلان کردم او به دلیل بود که در سرنوشت ما به مشوره ما در وزارت معارف نباید بود. درست درست خوب است که این نکته این این تاریخ هم روشن شود و هدف از این برنامه هم روشن ساختن زوایای های تاریک یا مبهم تاریخ است آقای قارنی و سپاسگزار هستیم از حوصله شما لوی قانون اساسی میم در لوی قانون اساسی شما از حامیان میان تغییر ساختار نظام بدین امرخم که پیشتر خودتان هم گفتین بحث صدارت شما مطرح بود که اگر ساختار نظام تغییر بکنه و شما صدر اعظم به هیچ صورت جناب آقای مهدی سمیمان خدمت شما میگیم این بحث مطرح شدن شخ... یا مطرح ساختن نام من ای یک ترفندی بود برای تغییر ذهنیت مارشال سیب مرحوم و دکتر سیب عبدالله بقید دوستا و عزیزایی که م... توقع داشتم از اینا که اینا از دایه تغییر ساختار حمایت بکنند نه در او زمانی که ما کار کردم تلاش کردم البته شما میدانیم که ما عضو لوی قانون اساسی نبودیم و دلیل ازی که ما عضو کابی نبودیم اما پیوسته تلاش کردیم در ایجه که قانون اساسی افغانستان ساختار نامتمرکز مد نظر بگیره حد نیمه ریاستی که مارشال فهیم و دکتر عبدالله دوستان نزدیک شما چرا مخالفت کردن با تر؟ دلیلش ای اینا با مارشال به مرحوم که آل نیست دکتر سب عبدالله حضور دارن ولی ما عمق خدمت شما میخوایم بگویم که یک ترفندی ره که توسط کرزی سب شد مؤثر واقع شد او ای بود که کرزی سب برای مارشال سب مدرس ساخته بود که خب اگر ایجا بحث صدارت بیاید و بالاخره یک کسی اگر صدر ازم شود از میان شما ممکن قانونی مستقتر بوده باشه در این صورت جناب مارشال صاحب شما از یک طرف معاون رئیس جمهور بالای صدر ازم و از طرف دیگه بعیس وزیر دفاع با زیر دست قانونی در کابینه میره این یک نوع بازی با عواطف با روان مارشال صاحب بود و همچنان با دکتر صاحب عبدالله با این دلیل که ما یک مقدار اجازه بتین که ادعا کنم که دید تغییر ساختاری و یک مقدار معطوف با آینده داشتم دوستای ما فکر میکردن که البته ترجیحشان ای بود که ما هرقدر کادرها را در ادارات دولتی بیشتر داشته باشیم نسبت به تغییر ساختار او بهتر است و من خوش هستم که هم مارشال صاحب مرحوم هم دکتر صاحب عبدالله در پایان به امی اعتراف کردند که دیدی را که ما داشتیم مبنی بر تغییر ساختار دید دقیق یعنی داشت. بیشتر یک آ... یک نوع خودخواهی های درون جناحی از سوی مارشال فهیم و دکتر عبدالله در برابر شما در این قضیه وجود داشت حرف ارزشی ادف... نبود خانم امیس که یک مقدار عزیزای ما شخصی گرفتن باید. شخصی گرفتن بسیار خوب شما در لوی زرگه قانون اساسی البته به موفقیت نرسیدین و یعنی طرحی که شما و بخشی از از وکلا در داخل لوی جرگه مطرح کردن و لوی جرگه هم بیست چند روز ادامه پیدا کرد موفق نشد و رفتیم به انتخابات ریاست جمهوری شما شخصا تصمیم گرفتین که به انتخابات ریاست جمهوری کاندید شوین یا آقای مارشال فهیم اصرار کردن آقای مهدی سمیمانه که کاندید شدن ما یک رکت واکنشی بود آها چی معنی؟ به این معنا بود که ما از قبل آمادگی به کاندید شدن نداشتیم بحث کاندید دادن و کاندید شدن بین ما مطرح نبود ولی در لحظه اخیر برداشتی که به وجود آمد که البته آقای کرزی به فکر ایجاد یک تفرقه در بین تیم ماست تعویز کردن معاون سیب احمد زیا با مارشال سیب مرحوم تلقی که در بین تیم به وجود آورد و او هم بدون مشورت با ما این سبب از این شد که اینی تلقی به وجود بیاید که این آغاز نفاق و نفاق انداختن است در برابر ازی باید ما یک واکنش داشته باشیم من نگران بودم که واکنش نکنه خدای ناخواسته نظامی شوه که ای باز همه چیز بر هم میزنه در او مجلس تصمیم همه به ای شد که بهتر است وقتی که اینا تصمیم دارند در بین ما نفاق بندازن ما یک کاندید داشته باشیم برای ریاست جمهوری متحدانه از او حمایت کنیم از این لحاظ است که من میخوایم برای خدمتتان ارز کردم که یک حرکت واقعی اما, اما اتحاد شما که باقی نماند دیگه احمد زیا مسعود رفت معامل کرزی شد استاد ربانی از او حمایت کرد درست شما کاندید این طرف ماندین اتحاد که از بین یادآوری کردم جناب آقای مهدی البته ما سمیمانه خدمت شما بگیم که بله یک روز قبل از ثبت نام کرزی سه بس دعوت کرد که با همراه شما صحبت داره با همراه آقای کرزی که صحبت داشتیم این مسئله را با ما مدرس ساخت که دنیا با همراه ما توافق ندارن که مارشال مرحوم در پنج سال آینده با ما در تکت بوده باشن همه توافق دارن که اگر شما بیاین خوب از آقای کرزی فضل خدا حیات هستن صحبت های ما را هم میشنون اگر شما بیاین در تکت امرای ما من سمیمانه جناب آقای مهدی را احساس کردم که این درست نیستی تصمیم پیشنهاد کردم به آقای کرزی که اگر من با تشکری از اعتمادتان اگر میخواهین امی اتحاد و همبستگی باقی ببانه مارشال سب جمع اصلاحات خوب است در تکت با شما باقی ببانن پیش میریم من نهالای را در معارف افغانستان قرض کردیم اگر لازم بود ما میخواهیم که ما بس همه برسه در جریان مارشال صاحب آمد صحبت ما ختم شد آقای کرزی عین مسئله را با مارشال صاحب انتقال دادن بعد بدون مشوره ما معاون صاحب زیا که برادر قهرمان ملی و خود یک شخصیت عزیز و معترم بودن مشکلش در ای بود که برای ما هم مارشال یک شخصیت بود هم احمدزیا اما بدون مشورت با تیم ما ای حرکت تلقی به این شد که اختلاف انداختن است بله فردا در امون مجلس با امرای معاون سیب احمد و جمع دوستا داشتیم در اوج همه ما آقای احمد زیا مسعود توافق کرد که ما میریم پیش آقای کرزه میگیم که ما نمیتونیم در تکت امرای خودت معاون باشیم در این مجلس دکتر سیب عبدالله احمد, احمد ولی مسعود با امرای احمد زیا مسعود یک جا به عرق رفتند آنچه دکتر داکتر سب عبدالله از بعدش بر مقصه کردن که وقت معاون سب احمد زیاو عنوان کرد که خلیل زادم بود در اون مجلس که ما برادرها فیصله کردن من نمیتانم دی تکت یک فضای حیجانی جدید دیجه با وجود آمد بعد احمد ولی مسعود عنوان میکنه که خب ولی این مجلس هم خب مجلس بسیار مهم نبود آقای کرزه با مهارتی که داشتن میگه خوب هی مجلس مهم نبود معاون صاحب احمد زیاد تو باید بیایی و غیره بعد این آقای خلیلزاد هم نقل کردن دکتر سب عبدالله هم را عنوان کردن دکتر سب عبدالله پیشنهاد میکنه که با امرای استاد شهید صحبت بکنین بعد تلفن میگیرن امرای استاد استاد با معاون سب احمد زیاد مشوره میده که خوب از شما وقتی که مارشال بود دوستا توافق داشتن حال که شما در چرا مخالفت دارن برین در تکت به امرای کرزی از این میجه بود که اتحاد ما متاسفانه برهم خورد خب درست اما طراح کاندید شدن شما آقای مارشال فهیم بود درست؟ نمیگم مارشال واکنشی واکنش مارشال فهیم بود بیشتر فیصله جمعی برادرها این بود که کاندید میتیم و ما به فیصله جمعی دوستا احترام گذاشتم در حالی که هیچ نوا آمادگی درست درست و فیصله وقتی شما جمعی میگن یک جمعی که از هم پاشیده دیگه در واقع استاد ربانی در اون جمع دیگه نیست خانواده احمد شاه در اون جمع نیست درست؟, درست عرض می کنیم این مسائل خب بعدن شد در مجلسی که شبری که این تصمیم گرفته شد به شمول دکتر سیب عبدالله و بزرگای دیگه, دیگه حضور داشتن اما بعد از این تصمیم گیری اینی اختلاف با وجود آمد که هم جناب استاد و هم خانواده عامر صاحب شهید در کنار معاون صاحب احمد جا قرار گرفتن اینی اتحاد شکست درست به گواهی دکتر سپنتا در کتابش آقای کرزی با وضاحت از کاندیداتوری و از پیروزی آقای اشرف خدی حمایت میکرد شما بخش از اقتدار بودین معاون رئیس جمهور بودین نقش شما چی بود؟ جناب آقای مهدی بیادتان باشه که من در دو ماه اخیر خدا غریق رحمت کنه مارشال سمی مرحوم را در دو ماه اخیر ماه معاون اول رفتم چهار ماه دیگر در کشاکش انتخابات سپری شد که جمع شد شش ماه در امو زمان برای یک روز هم آقای کرزی بر من گفت که از آقای غنی حمایت میکنه دکتر سبسپنتا بیخی دقیق نوشته کردن اما ما احساس میکردیم که کرزی سب از دکتر سب غنی حمایت دارند و آقای به یادشان است که من ترهایی را داشتم و برش عنوان کرده بودم برای آقای کرزی. اما چی بود تر شما؟ البت... تر شما؟ البت... البته او صحبت دوگانه ما بود و من این را مدرس ساختم که حمایت شما از آقای اشرف غنی برای خود چالش برانگیز است مدرس ساختم که شما یک انتخاب دیگر انتخاب کنه ایرم عنوان کردم که میدانم شما از دکتر عبدالله حمایت نمیکنه ولی حرف ما ای بود زنده هستن ان شاء الله دارن گفتم که خوب از آقای غنی هم در بستر قومی برای خود با یک رقیب تبدیل میشه هم در بستر دولتی چه خوب است که ای پیش بینی ما به دقیق برآمد اما اگر اگر دکتر عبدالله حمایت نمیکنی بهتر است دکتر سب زلمهی رسول حمایت بکنین یک شخصت معتدل و آرام است اما امور رقمی که باید رئیس جمهور بیترف می بود در امور انتخابات اما از لحاظ حق انتخابات امور رقمی که من حق داشتم از دکتر عبدالله حمایت کنم آقای کرزه این بحیث یک شهروند حق داشت از یک کاندید دیگه حمایت کنه اما ایش, جو ایش, گناه نیست ایش حق هر شهروند است. اما مداخله در کمیسیون انتخابات تغییر آرای مردم به نفی یک کاندید اینی گناه نابخشوده نیست که آقای کرزی مرتکب شده از نظر شما من سمیمانه با تمام احترام ده که با کرزی سیب من حیث یک دوست دارم میخوایم بگویم که بله آقای کرزی در انتخابات 2014 مداخله داشت. مداخله داشت شما به عنوان جانشین مارشال فهیم معاون رئیس جمهور هیچ اکسلامل نشان داده نتانستین چرا جناب آقای مهدی طبعا مخالف بوده و پیوسته این مسئله را مطرح میکرده اما اوج این مداخله شما میدانین که مداخله به گونه نامرئی بود از طریق کمیسیون انتخابات این چیزی نبود که ما اثبات کردهش میتانستیم اما درک میکردیم آقای کرزای انتخاب داره و به انتخاب خود کار میکنه ایران به یاد دارم که روزی آقای کرزه عنوان کردن که به روز یک شنبه ما آمادگی به مراسم تحلیف بگیریم دوستا و عزیزای هم در اون مجلس حضور داشته ما از جناب کرزه سه پرسیدم که به چی شکل چی؟ گفت کمیسیون انتخابات نتیجه انتخابات را اعلان میکنن ما گفتم چی رقم انت... اعلان میکنن گفت که مثل که دکتر غنی برنده شده در ایج بود که ما واکن کنترول ما از پیشم رفت و بر آقای کرزه گفتم که رئیس تا زمانی که قضیه دقیق فیصله نشه کسی حق اعلان یک جانبه انتخابات نداره این قضیه قضیه ملیس اگر این قرار به با ای بود باشه که کمیسون یک جانبه نتیجه را اعلان کنه فردا اینی نکتایی دیخن من نخواد بود پرتلب استقاد کردم خب بسیار در این صورت ما فکر می کنم هیچ سابقه نخواد داشت که ای, 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 ای کسی نشان داده درست با... شما در آخرین روز به اصطلاح معاملیت با آقای کرزی که یک جلسه برگزار شد و آقای کرزی خواست که کلا سر شما بگذاره شما شوخی کردین گفتین در آخرین روز میخواین سر ما کلا بگذارین حتما به یادتان است کاملن. ای این تنها یک شوخی بود یا فکر میکردید نمود کلاهی را که در سال 2002 صفت کرده بود این گفته بودن سمبول وحدتی میلیست واقعا سرتون کلاه رفته جناب آقای مهدی ما از او حمایتی که در جرگه دوره انتقالی داشتم هیچ وقت پشیمان نیستم آقای کرزه دمو دور موفقترین ترین چهره بود با امو شکلی که در امو زمان امو باور داشتم امروز هم بعد از 23 سال با مو باور هستم اما در این مجلسی را که شما با او اشاره کردین کلاماندن مجلس وداعیه بود که ما با کارمندای دولت امرای کرزه سیب و خلیلی سیب یک جا مجلس داشتیم کرزه سیب جدا از تفاوت‌های فکر و سیاسی و غیره اما در ادب آقای کرزه در اخلاق، در معاشرت، در پیش آمدش ما فکر میکنم با, با دوره بعد به هیچ صورت قابل مقایسه نیست آقای کرزی در روز بلند شد یک توفه را برش ترتیب کرده بودن کارمندای دولت صدا کرد که بیاین امیره تقسیم بکنیم من مطایبه کردم یک شوخی کردم که نمیخوایم کسی کلاد سر ما ببانه فقط یک شوخی و مطایبه بود هیچ از بالاتر درست. نبود درست انتخابات 2019 و من سپاسگزار حوصله مندی شما هستم انتخابات 2019 پیش آمد و ما از همکارای می که یک صدایی که البته دیگرها شنیدن فقط به خاطر یادآوری و نقل قول دقیقتر نشر بکنن صدای شماست بعد بس ادامه جریان به شکلی است که ما تا به می تاب امروز هم می تصمیم و نهایی نساختیم گذاشتیم که تصمیم گیری جمعی صورت بگیرد در شورای رهبری جمعیت در اوجا استادات و تا امیر خان ما بسم خان احمدی سر یک جمع کلان از جمعیت همه با یک دستیم که جدا از که شخص کی باشه مورد حمایت ما ای بار هدف استراتژیک تغییر ساختار هدف قرار بدیم تغییر ساختار امیدوار هستم که در این مورد دقت کنیم برای ما معاونیت بدون تغییر ساختار هیچ معنا نداره ریاست هم برای ما و شما نمیرسه هدف استراتژیک ما در این دور ای باشه که ساختار از ریاستی به نیمه ریاستی تبدیل شود که دایا و بیرقه نگاه کنند به این خاطر از حوزه جهاد و مقاومت احمد ولی کاندید است برادر عامر شب است مورد حمایت ماست از خود ماست چرا حمایتش نکنیم با وجود که نتیجه میفهمیم این طرف از بین کاندیدا دو نفر میماند دکتر غنی و ادمر دکتر غنی با تغییر ساختار قطعا مخالف است و او را میگه به من خط سرخ است آقای اتمر طرح ما را یعنی طرح جمعیت به خاطر تغییر ساختار 100 فیصد امرای ما تایید کرد به این خاطر ما استاد تا امیر صاحب اسماعیل خان یک جمع کلان با مشوره با اکثریت دوستا فیصله معامی هست که از آقای اتمر موافقت نامه را بگیریم امضا بگیریم گارانتی های لازم را بگیریم چون غنی حمایت نمیکنه فقط عدمر است که میتونه غنی را از بیرون بسازه از این خاطر ما تصمیم داریم ولو که هنوز مشوره نهایی را نگرفتیم تصمیم ما حمایت از عدمر است خب شما شنیدن جناب قانونی صدای خودتان نه آواز شما را نداشتم شنیدن اتا شما صدای خودتان را شنیدین؟ صدای شما است که در آستانه انتخابات 2019 نشر شد و شما در اونجا گفته بودین که بچی دلیل تصمیم گرفتن که با آقای اتمر بروین دو تا مسئله رو مطرح کردین عمدتا یکی ای که, کسی با ما ریاست جمهوری نمیته و دوم ای که تنها کسی که ظاهرا آقای غنی را میتونه از عرق بیرون بکشه آقای اتمر است و آقای اتمر هم ظاهرا با شما توافق کرده که ساختار نظام تغییر بده چی شد که این توافقتون توافقتان با آقای عدمر برهم کرد؟ جناب آقای مهدی سپاسگزار استم که این مسئله اولا کلپ سوتی که ما متاسبانه نشدیم ولی خبر دارم که چی بود؟ او نه در کدام محفل سیاسی نه در کدام تلویزیون و رسانه صحبت شخصی که با یک نفر از طریق تلفن داشتم و او بعد از اون متاسفانه بنا به دلایل او رسانه ای شد و از او خواستن سوء استفاده بکنن بس در ای بود جناب البته داستان طولانی تر است بس در ای بود که من می فهمیدم که مهندسی در انتخابات 2019 بگونی نیست که تغییر در انتخابات صورت نمیگیره حرفی که ما در اوج مطرح ساختم بس به اینمی بود که در امی انتخابات ریاست جمهوری به ما نمی رسد. ما در ایجا من به استعلا نوعی بود به صورت کل. ای بس بود که ما مطرح کردم بعد از او استفاده کردن. حرف در ای بود ما دید ما چیزی بود که از اول تا به پایان تا به امروز در طی 23 سال اولش وسطش تا آخرش تغییر نکرد. او تغییر ساختار با عنوان یک نقطه کلیدی برای آینده و امروز افغانستان این در اولم مطرح کردم آخرم در انتخابات 2019 ما سمیمانه در ضمن که انتقاد تند و جدی از آقای غنی داریم ما ایرم نمیخوایم بپوشانم که همیشه آقای دکتر غنی یک برخورد اخلاقی با ما داشتن هم در 2014 هم در 2019 از ما دعوت کردن که به حیث معاون اول هم بریم حرف ما را اینا میشنوند دوستایی که هم هم آمده بودن میشنوند ما در هر دو دور انتخابات به آقای غنی یک پیشنهاد داشتم آماده استم بیایم هم به حیث معاون مشروط به تغییر ساختار و نظام هم در 2014 هم در 2019 باز هم آقای غنی آمد که در او وقت شما البته تیمشان که آماده نشدین در ای بار باز هم ما برشان گفتم که آماده هستم مشروط به تغییر ساختار برای ما کسی که به اصطلاح فرموده شما در سیاست بودیم ایست که به نسل جوان می هم میگویم آینده هم میگویم ایره که تا زمانی که رابطه قدرت و قومیت در افغانستان حل نشه نظام متمرکز به نظام نامتمرکز تبدیل نشه انحصار استبداد جلوگیری از توسعه در افغانستان هیچ وقت حل نمیشه از این لحاظ دید ما دید استراتژیک و ساختاری بود که ما ساختار تغییر بدیم تغییر خب، درست برای دید شما استراتژیک آقای قانونی اینا تفا، تفاوت توافق تفا کنیم که مثلا دید شما استراتژیک بوده و در این مدت تغییری هم نکرده و یک اقتدام وجود داشته اما انتخابی کرده بودین آقای اتمر برای آوردن این تغییر مثل انتخاب که در لوی جرگه استراری کرده بودین ازش راضی هستین دفاع میکنین با اجازه بدین که این خدمت شما بگون چرا انتخاب کردین بله ما باز هم میخوایم بگویم که استراتیجی که ما داشتیم استراتیجی درست بود اوی بود که ما آیا در انتخابات 2019 ما تغییر ساختار هدف قرار بتیم یا باز هم چینش معاون و وزیر و رئیس ره کدام یک خب تغییر اصلا. ساختار آقای قانونی تغییر ساختار جو... که دکتر عبدالله هم مطرح کرده بود همه اجازه. و هم تیم شما اجازه میتین که تکمیل بکنم از این لحاظ برای ما این مهم بود که ما در یک حرکت استراتژیک نظام را ساختار نظام را تغییر بتیم و یک کسی که در رأس نظام هست و پنج سال هم در حاکمیت بوده و برای برنده شدن انتخابات هم با اصطلاح تریزی کرده و فضا هم به گونه معلوم میشه که تغییر نمی مثل که پیشتر عنوان کردم ایجا برای ما هدفی نبود که کسی معاون شود هدف برای ما ای بود که ما دو راه داشتیم یا به صورت اتفاقی کاندید میدادیم یا هم گزینه انتخاب میکردیم که واقعا می تانست آقای غنی را از ارگ بیرون ساخت فهم ما تنها نبود فهم جمعی بود که آقای اتمر کسی است که میتونه اینمی توانمندی را داره که بتانه بنا کدام شاخصه ها آقای اتمر از توانمندی برخوردار بود یک و دلیل که آقای اتمر در اساس ترین پست های تیم آقای غنی وجود داشت سالها دیگر اگر تانستن اختلاف ایجاد بکنن با انتخاب آقای اتمر, تیم آقای غنی دودست میشه و اتفاقا هم چنین میشد دو برای ما مهم تغییر ساختار است اجندا برای ما مهم است و به امی یکی از دلایل امی بود اجازه بتین جناب آقای مهدی یک کمی پیش برم که آیا آقای اتمر انتخاب یک شخص بود یا انتخاب جمعی اجازه میخوایم که کمی اوصله بکنیم ما در یک نشست با هم ششتیم قبل از انتخابات که دو شخصت های کلان جناب استاد نور امی سب اسمال خان و عزیز سب خارجه سلاودین خان نور معاون سب احمد زیا ما و جمعی از دوستای دیگه ششتیم بحث ما ای بود که استراتژی ما در انتخابات چه باشه حرف اولی بود که اگر ما بتانیم یک بستر کلانی را حمایت بتانیم جنبش ملی حزب وحدت و به مو شکل تعداد از برادرها و خواهرای پشتون تباری که مخالف هستند ما بتانیم ایر جمع بسازیم بهتر است که کاندید داشته باشیم دوستان مطرح ساختن که کی کاندید ما باشه با همین فرض مجلس سکوت کرد من استاد شدم گفتم من کاندید میشم بعد دوستا گفتن استاد نورم آماده بود با که از قبل گفته بود کاندید میشم ما عنوان کردم میشم من حرف مرا گفتم اگر استاد نور کاندید باشه من من حیث سرباز مسئولیت کمپاینشم میگیرم در پایان مجلس فیصله به ای شد که امرای آقای محقق امرای مارشال دوستم یک جا مجلس بگیریم بعد ببینیم که اینا از کاندیداتور ما حمایت میکنن یا خیر تا این وقت دکتر سبب عبدالله کاندید نبود در شب در خانه معاون سب احمد نشست صورت گرفت همه بزرگا به شمول مارشال سب که وقت جنرال بودن استاد محقق جمن حاضر شده مطرح شد معاون سب احمد که ریاست مجلس داشت مطرح کردن که محقق سب مارشال سب اگر ما کاندید بتیم یعنی یک تاجک کاندید شوه شما از ما حمایت میکنین استاد محقق گفت نخیر گفت چرا؟ گو بدلیل دلیل که در پنج سال دکتر سب عبدالله را حمایت کردیم چه به دست ما آمد که دوباره کاندید شود موقف خود گفت مارشال صاحب گفت نظر شما گفت من گپ محقق صاحب تایید میکنم چانس نیست کاندید نمیتیم قصه تمام شد دو مطرح شد پس چی مارشال صاحب زنده هستن مطرح کردن که بیاین یک چیره پشتون را مطرح بسازیم در چیره پشتون دو نام مطرح شد یکی آقای کرزی آقای اتمر یکی هم دکتر سب زلمی رسول دکتر سب زلمی رسول در اموم مجلس رد شد باقی ماند آقای اتمر تا به این لحظه من حرف نگفته بودم بعد من عنوان کردم که دوستا همه گی شکر حاضر هستن پیش از که سر شخص گپ بزنین بیاین که ما ای بار اشتباه گذشته که سر شخص حساب باز کردیم تکرار نکنیم ای بار سر یک برنامه باید بحث بکنیم برنامه ما تغییر ساختار هر کسی که تغییر ساختار امرای ما میپذیرفت ما امور حمایت میکنیم که کاندید شویم به اینی دلیل بود که تصمیم جمعی در مورد آقای اتمر آمد زمانی که پیش رفتیم ما کدام حرف دیگه نداشتیم تغییر نظام برای ما مهم بود زمانی که پیش آمد در اون نقطه که رسیدیم که احساس کردیم که اینمی بس شک وجود داره که تصویر استاد نور در پوستر نیامد احساس کردیم که اینمی یک مشکل وجود داره پیش ازی که کمپاین خود ادامه بتیم ما تیم را به سلام منحل ساختیم اما آقای یعنی آقای اتمر اول با شما تعهد کرده بود که ساختار نظامی ها را تغییر میتیم پس آن تعهد شکنی کرد؟ کاملا حرف دهی بود اختلاف در این شکی وجود نداشت در جای اختلاف پیدا شد که دو روز قبل از کمپاین جناب آقای مدی که ما عنوان کردیم که در, بنر تبلیغاتی تصویر تکت سه نفره البته در او طرح ما بود که سه معاون وجود داشته باشه صدر اعظم یا رئیس شورای وزیران البته با تعدیل رئیس شورای وزیران بعد با تعدیل قانون اساسی صدر تصویر استاد به عنوان رئیس شورای وزیران باید بیاید اختلاف از امیج شروع شد شک در امیج به وجود آمد از اموج ما تیم را منحل ساختیم کمپاین پایان یافت برن تشخیص نادرست بود در مورد آقای اتمر که شما گفته بودین که تنها کسی که غنی را میتونه از ارک بکشه اتمر است این تشخیص نه. نادرست بود با با آقای اگر تیم نمی و ما این مسیر ای تیم اصلا نتونست که وارد مبارزه شود ببینید در بیرون توشک به اصطلاح باخت صحنه را اگر تیم را ما منحل نمی ساختیم واقعا <applause> تیم پیش می رفت باور ما است که آقای غنی بازنده اصلی بود خب بعدا سرنوشت اعضای از این تیم چی شد دو کاندید به اصطلاح برتر باقی ماند آقای دکتر عبدالله و آقای اشرف غنی اکثر اعضای تیم شما رفتن از آقای اشرف غنی حمایت کردند به شمول آقای اتمر به شمول آقای عطا موقف شما چی بود ما جناب آقای مهدی اعلان کردیم که ما در این انتخابات طرف میمونیم و شما دیدیم که ما بیترفی خود تا پایان حفظ کردیم از هیچ کسی مایت نکردیم اکثریت تیم شما در کنار آقای اشرف قرار گرفتن شما از این چی میگین اکثریت جناب آقای مهدی؟ خب کسایی که وزنهای کلان هستند، خود آقای رئیس تیمتان آقای محقق آقای عطا محمد نور درست از چهار نفر که در تکتتان بودن یک شما میگین که شما به طرف ماندین سه نفر دیگه رفتن از آقای اشرف غنی حمایت کردن بله در وقتی که تیم از هم پاشید یا بگیم ما از انتخابات بیرون شدیم قرار به امی بود که هر کسی حق داره انتخاب کده داشته باشه خب سه نفر از چهار نفر تیم شما سه نفر انتخابش مشخص بود که آقای غنی بودن اما امیر صاحب اسماعیل خان که انتخاب کرد امیر صاحب اسماعیل خان البته اگر اعتراض دمو زمان هم صداش بسم... شده بود صداش خان که انتخاب کرد ببینین که بقیه دوستا و عزیزای دیگر که الان من نمیتونم کل گیر نامشان خدمتتان بگیریم این حق داده بودیم فیصله ما امی بود که هر کسی حق داره برای انتخاب خودت داشته باشه دوستای رفتن از آقای غنی انتخاب کردن دوستایی رفتن از دکتر سب عبدالله حمایت کردن ما فیصله ما همی بود که بیترف میمانیم طرفی خود تا پایان حفظ کردیم و خوشحالم هستیم بسیار خوب بسیار خوب بسیار خوب انتخابات 2019 ما آمدیم به گفتگوهای صلح که البته شما در اواخر این دوره نقش داشتین در تهیه یک به یک نقشه سیاسی و یک راه حل از لحاظ گفتگوهای صلح برای افغانستان چون وقت بسیار زیاد صحبت شد من میخوایم که بر در آخر برنامه یک نگاه بر تحولات آخرین روزهای قبل از سقوط و روز سقوط که شما به پاکستان رفتین بندازیم و بعد روی آینده کمی تمرکز کنیم جناب قانونی سیب. جناب آقای مهدی در اواخر ما نگران انکشافات امنیتی در افغانستان بودیم پیوسته به عنوان سیاسیون بیرون نظام در کنار استاد سیاف کرزی صاحب خلیلی و جمعی از سیاسیون دیگه بارها با امرای رئیس جمهور نشست داشتیم و هشدار می دادیم که فضا نادرست است پایتخت سقوط می کنه به این طرح بدیل بسنجیم ما طرح بدیل مطرح ساخته ایم و ای بود که یک اولین گزینه بر ما ای بهتر است که ما پروسه صلح را حمایت کنیم به صورت آبرومن نگذاریم نظام از هم بپاشه پروسه صلح به نتیجه برسه در اول ما طرح دوم ما ای بود که اگر احساس بکنیم که جانب طالب آماده پذیرش پروسه مصالحه نیست در او صورت دولت با بمرای سیاسیون ما طرح دفاع مشترک ملی را بسنجیم که نیروهای مجاهدین در کنار قوای مسلح دولت افغانستان در چارچوب دولت در برابر طالبا در یک صف واحد قرار بگیره این پروگرام اما متاسفانه این طرح ما توسط رئیس جمهور استقبال نشد و تیم رئیس جمهور میخوایم شخص را بگویم عنوان کردن که این سبب از این میشه که دوباره جنگ سالارا مطرح شوند مخالفت کردند بعد ما در چوکات کمیته شورای عالی سال کمیته تشکیل شد ما یک طرح جدید را سنجیدیم برای مصالحه طرح آقای غنی به ای بود که طالبها ها بیاین بر شش ماه بپذیرن زوامت آقای غنی را بعد از او انتخابات زود صورت بگیره ما ای را درک میکردیم که طالبی که ولسوالی با ولسوالی و بلایت با ولایت پیش آمده ای قابل پذیرش نیست حرف ما ای بود که راه حلی را بسنجیم که اگر اشخاص تعویض میشن مشکل نیست اما نظام از هم نپاشه ما تا یک کمیته پانزده نفری که در چارچوب شورای سال تشکیل شده بود که هم دولت در دا حضور داشت هم اعضای شورای سال طرحی را تصویب کردیم که دو بخش داشت بخش اول طرح آقای غنی بود گفتیم طرح دوم ای بود تشکیل دولت مشارکت ملی برای یک دوره انتقال بعد رفتن به انتخابات ریاست جمهوری هر کسی که برنده میشه و جزیات ازی این دو طرح ما نهایی ساختیم و دکتر سب عبدالله برای آقای خلیلزاد و بکه ایرا مطرح ساختن اما کماکان آقای رئیس جمهور با طرح خود پافشاری داشت آماده پذیرش طرح سال نشد که البته در بعضی جلسات تن هم می شدیم در پایان روز 13 آگوست جناب آقای مهدی اگر فراموش نکنم روز جمعه بود برست. کل سیاسیون در دفتر سپیدار با هم جمع شده پیوسته آقای غنی به هیچ نوع طرح صلح توافق نشان نمی دادن. همه بزرگای سیاسی حضور دارند من پیشنهاد کردم که اگر قرار به با ای باشه که آقای غنی خودش آماده شود برای پذیرفت پذیرفتن طرح مصالحه سیاسی که قیمت از او کنار رفتن خودش باشه به هیچ صورت آقای غنی بدون فشار آماده نیست پس ما به عنوان سیاسیون افغانستان باید دست زیر علاشه بشینیم که آن طالب رسید در بسطلا در میدان شهر آقای استاد صحاف و آقای کرزه پرسیدن چی شوه ما پیشنهاد کردم که رای حلش ایست که ما مسئولیت خود به عنوان سیاسیون بیرون نظام ادا کنیم با آقای غنی این رقم بحث مطرح بسازیم که اگر آقای غنی آماده پذیرفتن طرح صلح شورای مصالحه است خوب اگر نیست ما با عنوان سیاسیون افغانستان در چوکات شورای صلح ما با طالب مستقیما مذاکره می کنیم این فشار سبب میشه به این که آقای غنی انطاف نشان بده طرح صلح به نتیجه برسه قرار به شد که فردا شنبه 14 آگوست دمی دفتر دوباره جمع شویم دکتر سب عبدالله و آقای اتمر که وزیر خارجه بودن این پیام به دکتر سب غنی برسانند فردا که آمدیم جمع شدیم دکتر سب غنی امیجا ببخشید دکتر سب عبدالله و آقای اتمر مطرح کردند که دکتر سب غنی آماده شده به این پذیرش تر بعد از چاش دونیم بجا با هم ببینیم همزمان به جناب آقای مهدی پیوسته پاکستان یک سفری که از قبل تاریخش تعیین شده بود که در امی 15 آگوست باید می بود عمدتا از سران حوزه جهاد و مقاومت را دعوت کرده بودند هفت بار دعوت آمد مرد کردم بار دلیلش به این بود رد کردنش که وقتی که آقای غنی آماده به با اصطلاح پذیرفتن طرح نیست رفتن ما به پاکستان هیچ سودی نداره اما روز شنبه وقتی که اینا آماده شدن به ای که طرح صلح بپذیرن ما ای طور احساس بر ما دست داد که اینال مانع طرح صلح از بین میره ما از طریق پاکستان میتانیم فشار سر طالب بوجود بیاریم طرح مساله ملی به نتیجه برسه اونم اونجا ما گفتم که خوب است اینال به سفارت پاکستان بگیم که ما آماده سفر هستیم فردا که ببخشید بعد از ظهر که پیش آقای غنی ما رفتیم محدود کرزی سیب استاد سیاف داکتر سیب عبدالله محقق سیب یا خلیلی سیب جمع محدود صحبت شد بسیار یک فضای سرد بود انصافا در قصر چارچنار و در روز آقای کرزی به نمایندگی از همه صحبت کرد گفت که رئیس شرایط دشوار است و زمان از این رسیده که شما تصامیم سخت بگیرین و افغانستان به قربانی ضرورت داره مجلس عاطفی شد شما باید صلاحیت بتین با شورای مصالحه که آیت با صلاحیت تعیین بکنه و شما مانع نشین انصافاً آقای غنی به سا کوتا گفت که کاملاً من ما دیگه مانع نمیشم شما آیت صلح تعیین بکنین امشب فردا برن مذاکرات صورت بگیره درست ام یک توقف آقای قانونی وقتی میگن مجلس عاطفی شد چی شد یعنی چه فضای ایجاد شد معنیش این بود که آقای کرزی هم یک مقدار آتیفی شدن بر از که یک گپ سخت میگفتن و آقای غنی هم متوجه شد به ای که وصلا لحظات آخر دوام اقتدارش است به همین منظور میگم که مجلس عاطفی شد گریه گریستان گریستن هر دو آقای کرزی واقعا گلونش ها گرفت ها. چون طبیعتاً هم آدمی عاطفی است منظورم از عاطفی بودن امیس درست بعد صلاحیت موکول شد به کرزی سه و دکتر سه عبدالله که اینا یک هیئت با صلاحیت مذاکره کننده را تعیین بکنن برن به قطر مذاکره پیش بره و ای از این که فردا آقای, قر... آقای غنی چه تصمیم داره سمیمانه هیچ کس نمی و تصور ما ای بود که عدی تا 11 سپتامبر یک <applause> <كلم> <applause> فرصت وجود داره یعنی در تا 15 روز برازی که مذاکره به نتیجه برسه و ما بتانیم از فروپاشی نظام جلوگیری بکنیم فردای روز که روز یکشنبه شنبه 15 آگوست شد حیات ما که آزم پاکستان بود با این نیته که آقای غنی دیگه مانع صلح نیست ما میتانیم برای, برای موفقیت پروسه صلح یک کار را انجام بتیم ما رفتیم به طرف پاکستان در اسلام آباد وقتی که رسیدیم البته چار چار و نیم ساعت پرواز ما به دلائل معطل شد وقتی که در پاکستان رسیدیم در میدان هوایی دوستای ما که در سفارت کار میکردن آمدن گفتن از رئیس جمهور خبر شدین گفتیم نه گفت که رئیس جمهور فرار کرد ای وقتی بود که ما در بدترین حالت قرار گرفته بودیم که خب ما با یک ماموریت و با یک اجندای مشخص برای موفقیت پروسه خ... س... درخواستان از پاکستان در می سفر چی بود شما چی میخواستین بگین به پاکستان ما دو ا... اجندای اول عرف ای بود که آل وقتی که آقای غنی آماده شده برای از این که مانع صلح نشه یک نظام بریم به طرف نظام مشارکتی به شمول طالب ها ای بهترین چانس است شما طالبا را تشویق بکنین برای از این مذاکره نتیجه بده اما امی خود از آقای قانونی در همچه یک که تقریبا تمام ولایت افغانستان غیر از کابل پنشیر کاپیسا و پروان سقوط کرده بود انجام همچه یک سفر فکر میکنید که از دوربینی لازم سیاسی برخوردار بود ما آخرین تلاشی که ممکن بود تقاضای سفر جناب آقای مهدی ما نداشتیم اونا پافشاری داشتن تصور اولیه ما ای بود که پاکستانی ها طالبان را در دا اختیار دارن مشکل از اینا با حوزه جهاد مقاومت است یا به تعبیر که به اصطلاح اونا تبلیغ میکردن ائتلاف شمال اگر اینا از طرف ما مطمئن شوند برای از ای که ما از یک طرح صلح حمایت میکنیم پشتیبانی میکنیم یقینا این سبب ازی ای میشه که حوادث بعدی صورت نگیره نظام باقی ببانه طالبا وارد پروسه شوند ما میتونیم مردم و افغانستان رو نجات بدیم فهم ما امی بود اما فرار آقای غنی همه ای اجندا را برهم زد فضا رفت به یک مسیر دیگه که در اون صورت ما با... طبعا شب شب شنبه که فرداش یک شنبه سو از روز خود است خانه احمد ولی مسعود بودن درست با جمعی از, از سران پنج بله بله احمد ولی مسعود در یک مقاله نوشته که شما اصرار داشتین امو شب تقریبا تا دم صبح تا ملا به گفته مردم که خب صحبت میکردین بررسی میکردین وضعیت افغانستان و نگرانی های تان شریک میساختین ولی در این حال اصرار داشتین که احمد مسعود هم با شما به پاکستان بروه این نقل قول درست است؟ مثل بسا از چیزایی را که دوست ما نوشته کرد و خلاف واقعیت بود یکیش هم امی بود تعجب میکنم ما <با> به این حرف بس در این بود که در او شب همه قماندان ها و مسئولین و بزرگای پنشیر جمع بودن مجریان جریان صحبتی را که در ارک با امرای بقی سیاسیون و دکتر سبغنی داشتیم ای را گزارش دادیم و صحبت صورت گرفت در اوجا همه به شمول معاون به احمدزیا با که دوستا و عزیزا در اوج ای صحبت شد بحثایی بود که چه باید صورت بگیره بحث همی بود که ما جریان عنوان کردیم که اینی پروگرام است ما کار سیاسی فردا سفر داریم بر اسلام آباد در راستای امی که یک نتیجه بگیریم و همه دوستا هم به ای به اصطلاح توافق داشتند احمد مسعود برادر عزیز مهاجی احمد مسعود از قبل یک شب قبل ذهنش به ای بود که او هم جز ایتی بود که دعوت شده بود او وقت آقای احمد مسعود به ای فکر بود که باید سفر بکنن اما ذهنشان در امو شب تغییر کرد بعد از ختم مجلس هم امی بحث احمد مسعود به امی بود که وقتی که احمد زیا مسود کاکایم احمد ولی مسود کاکایم از وزی سفر است برای ما مناسب نیست که به می توافق همه ما بود درست. سوال دیگه که دارم شما پیشتر گفتین که یک از دلایل اصلی رفتن تان به پاکستان ای بود که پاکستانی ها نسبت به به اصطلاح حوزه جبهه متحد یا مقاومت شک داشت و شما می رفتین که ای شک برطرف بکنین که خلاف یک طرح صلح نیستین اما جبهه و جناح شما آقای قانونی از چندین دهه به این طرف مخالفت شدید و جدی با پاکستان داشته و پیشترم شما توطعه مشترک آیسای و طالبان و پاکستان یاد کردین در روز شکست دولت و نظامی که به سختی ساخته شده بود صدها هزار نفر کشته شده بود در خانه دشمن بودن چه حسه به شما داشت؟ حس استراب، ترس، شرمندگی چه حس بکردیم؟ ببینین جناب آقای مدی اول ما داستان صحبت کردم ما به دعوت پاکستان به هدف نجات افغانستان رفتیم ما نه هواخوری رفته بودیم و نه هم به اصطلاح و سفرهای شخصی شما ایره در جریان هستین و گذشتش میدانیم طبیعی بود که وقتی ما از فرار جمهور و فروپاشی نظام وقتی که خبر شدیم چطور ممکن بود که ما یک احساس مثبت داشته باشیم تشویش داشتیم نگران بودیم استراب داشتیم که چی شد یکسره افغانستان 20 ساله سمره زحمت ما تکلیف شباروزی ما ضرب سفر شد واقعا احساس بدی بود و حتما به ذهنتان میگشت آنچه که در 20 سال گذشته گذشته بود در برابر مردم چه احساس میکردین در لحظه چون شما تا بلندترین سطح مقامهای دولت کار کردین ریاست پارلمان وزارت داخله و همچنان معاونیت ریاست جمهوری حس مسئولیت در برابر مردم چی بود؟ ما کاملا مطمئن بودیم به دلیل از که ما نه نا چهره ناشناخته بودیم نه نا گذشته ما در ارتباط با پاکستان مبهم بود و نه احساس ما همی بود که مردم افغانستان درک می که ما در این طور یک مقطع حساس برای نجات این مردم و ای وطن آخرین تلاش ممکنی را که فکر می کردیم انجام دادیم از این بابت ما از لحاظ قضاوت مردم و احساس مردم خب حالا که دو سال بیشتر از سقوط گذشته و طالبا حاکم هستن یک بار دیگر چه احساسی در برابر مردم دارین آقای قانونی؟ به عنوان یک شخصی که مسئولیت داشتین و در بعض مقاطع رهبری کردین مسائل مهم از این کشور ببینین جناب آقای مهدی طبیعی از وضعیتی که امروز در افغانستان حاکم هست هیچ کسی احساس رضایت نداره نه دیروز موافق بودیم نه امروز موافق هستیم و نه هم چیزی برای تایید کردن در ای وجود داره اما وقتی بحث مسئولیت مطرح میشه این سوال بر او تعداد سیاسیونی که جز نظام نبودن شریک دسترخان آقای غنی نبودن و در قدرت اجازه بتن در قدرت شریک نبودن احساس بخشین سوال مسئولیت داشتن از بنیاد نادرست است مسئولی حوادث و ای وضعیتی که امروز سر مردم است کسایی هستند که در دولت شریک بودند قدرت اجرایی داشتند توان نجات مردم داشتن توان جلوگیری از این وضعیت داشتند، اونا دستاورد ما را به حراج گذاشتن درست نم. آقای مثلا آقای اسماعیل خان جناب قانونی مرد موی اما در هرات رفت و یک مقاومت برای انداخت که البته بسیار توجه زیاد داخلی و به امدادی را جلب کرد در چند روز ما چرا شاهد همچو یک حرکت در کابل مثلا از جانب شماهایی که برای چل سال ادعای رهبری یا رهبری از این مردم بدوش داشتین شاهد هیچ چیز نبودیم چرا؟ ببینین جناب آقای مهدی امیر سیب اسمایل خان یک استوانه در دوره جهاد بود و در دوره مقاومت تجارب نظامی کافی داشت در حالی که هیچ وظیفه رسمی در دولت نداشت یک مسئولیت خود دانست وارد شد تا جایی که میتانست تا رسیدن به سرحد اسارت زحمت و تلاش خود کشید که قابل قدر است این قابل قدر است اما حرف ما است که اونون نسلی که آمد در طی از 2014 تا 2021 آمدن در قدرت جاگزین نسل ما شدن و اونا به عنوان ستون پنجم علیه ما قرار گرفتن و پیوسته بر تضعیف اینمی سستوانه های جهاد و مقاومت تلاش کردن کار کردن و همیشه می که اینی نسل است که مانع حضور ما میشن انتظار از این نسل بود ما مسئولیت خود در فصل جهاد انجام دادیم در فصل مقاومت انجام دادیم صفحه جدید برای مردم افغانستان باز کردیم 20 سال مقتی بر برای مردم افغانستان و خصوصا برای نسل شما با وجود آوردیم که همه امروز حسرت زیر می خوره که 20 سال دستاورد ما پامال شد زیر سفر شد انتظار به ای بود که ای دوستا بیاین یک کار را انجام بدن که در دولت بودن توانایی داشتن قدرت نظامی داشتن تشکیلات و صلاحیت داشتن ما می حیث شهروندهای عادی افغانستان چی می تانستیم دو انجام بتیم؟ ما به حیث سیاسیون آخرین تلاش ممکنی که بود ای که ما از طریق موفقیت پروسه سال بتانیم پاکستان و طالبا را وادار با مسالحه بسازیم رای حل ما در این می دیدیم و ما از این هیچ چیزم دریغ نکردیم. درست خب حال که طالب حاکم است آقای قانونی و ظاهرا تا به حال هیچ نشانی هم از خود بروز نداده که آماده با مذاکره و گفتگو است و به تمام درخواست های به ساختن یک حکومت فراگیر یا همشمول هم پاسخ نه گفته و پاسخ منفی گفته شما افغانستان سه تا پنج سال آینده را در کجا میبینین؟ جناب آقای مهدی برداشت معیز پدیدی طالب یک پدیدی پروژهی بود که ایجاد شد و تا به کابل رسانده شد ابتدا بی ثباتی افغانستان بعد اخراج امریکایی ها از افغانستان و وظیفه و ماموریت سوم هم فروپاشاندن نظام سه پروژه با پایان یافت یک گروه مسلح پروژه‌ای با این افکار قرون وسطایی با این ترکیب نامتجانس پدیده قابل دوام در افغانستان نیست پدیده طالب در افغانستان محکوم به شکست محکوم به زوال است هم به با دلیل بافت درونیشان بیگانگیشان با مردم ببینین دو سال سپری شد نه مشروعیت ملی یافتن نه مشروعیت بین المللی یافتن اما به عنوان یک گروه مسلح مسلط بر اجساد مردم افغانستان حضور دارند با باور ما این پدیده پدیده است که محکوم به شکست است و لزوما نه از طریق نظامی بلکه به حکم وضعیت فعلی در افغانستان منطقه و جهان پدیده طالب نابود میشه آل زمان عزیز که نسل جدید ما نسل نو ما بیاین وارد صحنه شوند در های مختلف این نسل بیای جای نسل ما را پر بسازند جبران بکنند و خدا خواست باشد در آینده افغانستان این نسل بیاید و افغانستان آینده با نسل نو با فکر نو با اندیشه نو خدا خواسته باشه شکل بگیره درست اما درست است که طالب نتانسته در دو سال مشروعیت داخلی با این بلی بدست بیاره جناهای های زد طالب هم نتانستن کار بکنن مثلا شورای که شما عضو رهبریش هستین شورای مقاومت برای نجات افغانستان چی کار از پیش برده؟ چرا نمیتونه این شورا محوبیت لازمه در مابین مردم بدست بیاره تا یک حرکتی به وجود آنچه به ما تعلق داره تلاشی که ایجاب میکرد ما انجام دادیم و داریم انجام میدیم چهارده حزب مطرح سیاسی با هم متحد شدن و تازه هم در حالت توسعه و گسترش هستند میدانیم جناب آقای مهدی که بحث بر رسمیت شناختن و یا جلب حمایت شورای مقاومت برای نجات افغانستان تابع به متغیرهای مختلفی هست که در سطح جهانی باید شکل بگیرد هنوز دنیا با طالب در یک تعامل تکتیکی است نه یک تعامل رابطه استراتژیک تصور به ای بود که ما از طریق تعامل تکتیکی توانیم در بین طالب تغییر بیاریم خوشبختانه امروز پس از دو سال همه متوجه شدند چه منطقه و چه کشورهای غربی که پالیسی تعامل تکتیکی به هدف اصلاح و تغییر در درون طالب یک راهکار نادرست بود تازه بحث های جدید در حالت شکل گرفتن است بحث بدیل طالب بحث متحد شدن نیروهای سیاسی و غیره ما یقین دارم که دیر یا زود شورای مقاومت برای نجات افغانستان در کنار بقیه نهادها جریانها شخصیتها و ن... سیاسی و نهادهای مدنی با توفیق پروردگار محوریت قابل قبول برای امروز و فردای افغانستان را به وجود میرن این محوریت که نتونست در افغانستان را نجات بده مارشال در میان شست رهبر در میان است وزیر معاون معاون رئیس جمهور والی چرا مردم افغانستان انتظار داشته باشن یا باور داشته باشند که اینا میتونن افغانستان را نجات بدن به دلیل که در 14 سال جهاد امینا نجات داده در ده سال دوره مقاومت این امینا نجات دادن امینا در هر انتخاباتی که در افغانستان بودن صورت گرفت مورد حمایت مردم افغانستان قرار گرفتن اینا نقش خود بازی کردن اما جناب آقای مهدی تصور این نسل این نیست که فردای سیاسی افغانستان هم در اختیار و کنترل از اینا بوده باشه نه خیر ما و نسل نسلی که در شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان حضور دارند مسئولیت خود میدانند که تلاش ممکنی را که میتونن انجام بتن ما انتظار داریم که نسل نو ما، نسل جدیدی که مثل که همیشه میگفتن که این نسل تاریخش تیر شده، این نسل به اصطلاح به تاریخ سپرده شده تلاش ما است که این نسل حمایت کنیم مثل از که از برادر عزیز ما احمد مسعود حمایت کردیم پیش از سقوط بعد از او نسل جوان بسنه ما حمایتشان بکنیم در حمایت نسل جوان آینده افغانستان شما شما فعلا از احمد مسعود و جبهه مقاومت به از او حمایت میکنین دیروزم حمایت داشتم امروز حمایت میکنم خود عضو از این جبهه از لحاظ ساختاری جبهه مقاومت ملی عضو شورای مقاومت ملی هستند که همه ما در او عضویت داریم هیچ نوع بیگانگی در بین ما وجود نداره همه ما در یک خط در یک صف بر یک هدف مشترک مبارزه کنیم ما دو سال قبل از سقوط از عجیس احمد مسعود مایت کردم و این درست سوال آخر ما جناب قانونی سب یک درس بزرگ زندگیتان به عنوان یک سیاستگر چیست که بر نسل آینده میخوایم انتقال بتین و یک اشتباه بزرگ که در زندگی سیاسیتان اگر مرتکب شده باشید چی هست که میخواین جوانا یا نسل آینده از او درس بگیره درس اول ما است که اختلاف مصیبتی است که همه انرژی ها را به هدر بره. اگر نسل جوان ما بخواهند در آینده اثرگذار بوده باشند یکی از توصیه های ما به عنوان یک شقیق سفید و جوان دیروز ایست که اگر ده نفر هستند اگر یک کتله مسمم هستند متحد بوده باشند اختلاف ریشه همه چیزه میگیره ما اگر برای خود یک اشتباه سیاسی را بخوایم عنوان بکنم او است که ورود ناسنجیده ما در انتخابات یک اشتباه بود خوب بود ما اساس یک سنجش وارد انتخابات می شدیم که متاسفانه زمان به حالتی بود که نتوانستیم از او استفاده بود. انتخابات 2004 منظورتان است. اولین انتخابات رسیمونی. پشیمان ما هستین از او. کردم که ورود بدون آمادگی قبلی واکن ما از او رو به عنوان یک اشتباه خود می بسیار تشکر جناب محمد یونس قانونی رئیس پیشین مجلس نمایندگان افغانستان معاون ریاست جمهوری افغانستان که فرصت دادین به ما و به تلویزیون آمو در برنامه دیدار با تاریخ سلامت باشید سلامت باشید شاد